چگونگی برکناری وزیر پیشین صحت عامه از سوی رئیس جمهور با واکنش های تند شماری از اعضای مجلس نمایندگان روبرو شده است. غنی بی بی گل فضل محب با شکل بسیار وحشیانه مانندی که یک کسی را دادگاه محکوم به اعدام کرده باشه وزیر صحت از وزارت صحت عامه بیرون کرد. وزیرانی که از طرف مجلس رد صلاحیت شدن به کار خودشان ادامه میدن، اما وزیری که مشروعیت کسب کرده تایید مجلس را گرفته او با بی‌حرمتی برکنار بشه. اعضای مجلس میگویند که ارگ فساد پیشگان بزرگ را در این کاخ فراموش کرده است. هرچند تقابل خانه بازمت ملت به شخصی که چندین اتهام فساد چون فساد اخلاقی، رسوایی، شرماوران به شهرک گلستان، فساد مالی و خیانت ملی از اثر ربودن تیاره و افمل کردن دارایی شاروالی علیه وجود دارد، بیرون از حیثیت و شان ولسی جرگه است. 115 میلیون دلار آقای سلطانزوی نان خشک توزیع کرد که هر قرص نان خشک 850 افغانی سر ملت افغانستان افتید. شماره هم پس از تفسیر دادگاه عالی درباره صلاحیت های مجلس نمایندگان، اعضای مجلس دادگاه عالی را یک قوه زیر مدیریت قوه اجراییه و نامستقل می دانند. شورای ملی صلاحیتون او دیغو نظارت به ارتباط بندی او دی قانون اساسی تفسیر حق تاسی نلره، اغا یوازی قانون اساسی دی تفسیر کمیسون ده چه تروسه اعزان است اغا باید تفسیر رو کی. اما شمار این تقابل را کار دشمنان نظام می دانند. ځینې کسان ناست دلته چې خپل د فیسبوکي څرګندونو لپاره او یا د پردیو د اشارو لپاره غواړي د حکومت سره د ولس د کور اړیکې خرابې کړي. ارګ در این باره چنین میگوید: ولسمشر د افغانستان د ملي شورا د غړو وړاندیزونو او پیشنهادونو ته احترام کړی دی. تر ټولو زیات ملاقاتونه د ملي شورا له غړو سره کړي دي. زموږ تمه دا ده چې په دې حساسو شرایطو کې زموږ همکاري تر پخوا پیاوړی او غښتلی سي. با این هم رئیس مجلس از حکومت میخواهد که باید به اصل تفکیک قوه های سه‌گانه دولت حرمت بگذارد،